بابک اسحاقی خبرنگار ما از تل آویو به ما پیوسته. بابک، با خبر فوری شروع بکنیم و انتخاب یحیی سنوار به جای اسماعیل هنیه. خبر بسیار مهمی هستش که یحیی سنوار را به طور کامل رهبر حماس چه در خارج چه در داخل میکنه. فرداد، تا کنون دو رهبری در حماس وجود داشته، رهبری داخل که یحیی سنوار و محمد زف اون را به دست داشتن که محمد زف را اسرائیل میگوید که در یک حمله کشته و تنها یحیی سنوار مونده، و رهبری خارج از نوار غزه بود در قطر بود که به اون رهبری شاخه سیاسی حماس میگفتن که رهبری اون را اسماعیل هنیه به عهده داشت که در کنار اون خالد مشعل هم بود. و جز این که روابط خارج و داخل زیاد خوب نبود، به ویژه در رابطه با گفتگوهای آتش بس، بین خود رهبران خارج هم یعنی خالد مشعل و اسماعیل هنیه هم وضعیت زیاد خوب نبود. خالد مشعل مخالف دخالت جمهوری اسلامی بود، در حالی که اسماعیل هنیه بسیار نزدیک به رهبران جمهوری اسلامی بود. پس از کشته شدن اسماعیل هنیه، جمهوری اسلامی تلاش کرد که به هر گونه خلیل علی یحیی را که بسیار به او نزدیک هستش و به سنوار هم نزدیک هست، رهبر سیاسی خارج از غزه بکنه، در حالی که خالد مشعل تمامی تلاش خودش را میکرد که جایگزین اسماعیل هنیه بشه. اما امروز پس از همه این اختلافات، مجلس شورای سازمان حماس رسما اعلام کرد که یحیی سنوار، فردی که به عنوان رئیس حماس و کسی که برنامه کشتار 7 اکتبر را به همراه محمد زف کشیده بود، از این به بعد هم رهبر سیاسی حماس در خارج و هم رهبر حماس در داخل غزه خواهد بود. با این تصمیم سنوار پس از ترور اسماعیل هنیه رسما به قدرتمندترین مرد سازمان تبدیل میشه. تصمیم مجلس شورا که تعداد اونها حدود 50 نفر هست، بیانگر اعتماد به سنوار و تضمین بازگشت قدرت به سازمان حماس در داخل نوار غزه هستش. همکنون و از این به بعد، آنکه کاملا تصمیمات را در رابطه با گفتگوهای آتش بس، در رابطه با جنگ، در رابطه با آینده غزه خواهد گرفت، تنها یک شخص هست و اون یحیی سنوار است. برسیم به وضعیت امنیتی الان در اسرائیل. الان نزدیک یک هفته است که هر روز حرف اینه که آیا الان جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد یا یک ساعت بعد یا فردا. وضعیت الان روی زمین چطوره بابک؟ فرداد، در داخل اسرائیل به ویژه در مرکز اسرائیل، جایی که من هستم در تل آویو، به ویژه احساس نمی کنی که اسرائیل به سوی یک جنگ بزرگ میره و یا قرار هستش که اتفاق خیلی بزرگی بیفته. مردم در کار و زندگی خودشون را ادامه میدن، رستوران ها و تفریحگاه ها پر از مردم هستش. اما یک سوال اینجا در میان مردم هست که واکنش جمهوری اسلامی ایران کی میرسد؟ این بدون شک افکار مردم اسرائیل را به خودش مغشوش کرده و در کنار اون حملات حزب الله لبنان هم همچنان ادامه داره. امروز یک بار در حین سخنان حسن نصرالله، جنگنده های اسرائیلی دیوار صوتی را بر فراز لبنان شکستند و در حالی که حسن نصرالله بار دیگر اسرائیل را تهدید به واکنش از طرف خودش، از طرف جمهوری اسلامی ایران کرد، یک پیام مستقیمی را ارتش اسرائیل برای حسن نصرالله ارسال کرد. ممنونم از تو بابک اسحاقی خبرنگار ما در تل آویو.